شب‌های مافیا. در بازی شب‌های مافیا بازیکن‌ها به دو دسته اکثریت شهروند و اقلیت مافیا تقسیم می‌شوند. نقش هایی که از ابتدا جز صاحب نقش و گرداننده کسی از آن مطلع نیست، گرچه گروه مافیا در شب اول یکدیگر را می شناسند. هدف شهروندان در دست گرفتن شهر و پاکسازی از مافیاست و پیروزی مافیا در گروه برابری با تعداد شهروندان است. بازی در دو بخش شبها و روزهای متوالی انجام می شود. روزها همه نقش شهروند را بازی می کنند و در فرایند اتهام زنی، دفاع و رای گیری تلاش می کنند مافیا را کشف و با اکثریت آرا از شهر بیرون نمایند. پس روزها نقش واقعی هر کس نباید دیده شود و بازیکنان فقط سعی بر متهم کردن مافیای واقعی و دفاع از خود دارند. در روز نقش گنجی در جیب بازیکن است. دانستن آن توسط بازیکن دیگر یا فهمیدن نقش دیگری در شب با تقلب یا هر گونه اطلاق نقش بازی را بی هدف می کند و باعث اخراج بازیکن توسط گرداننده می شود. در گفتگوهای روز نقش برای هیچ کس اهمیت ندارد و فقط تعیین گروه شهروندی یا مافیایی در کلمات و رفتارهای بازیکن ها حائز اهمیت است. هر روز پس از گفتگو با رأی‌گیری دور اول، بازیکنانی که بیشترین رأی اتهام را دریافت کردند از خود دفاع می‌کنند و با رأی‌گیری دور دوم که در خواب نیمروزی و چشمان بسته انجام می‌شود، یک نفر از بازی خارج می‌شود. در دور دوم رأی‌گیری هر کس یک انتخاب دارد. در بخش شب به فرمان گرداننده گروه مافیا از خواب بیدار شده و به صورت پنهانی لحظاتی را به مشورت می نشینند که کدام شهروند را مورد هدف قرار دهند. پس از آن گرداننده برخی شهروندان را نیز برای اجرای نقش‌های شب خود بیدار می کند. نقش‌های شب‌های مافیا. گروه شهروندان. شهروند. دو نفر از بازیکن‌ها نقش یک شهروند ساده را دارند که بالاترین مشارکت آنها در بخش روز و رأی‌گیری است. شهردار فقط یک بار در طول بازی می تواند دور دوم رأی‌گیری را ملغا و از خروج یک بازیکن جلوگیری نماید یا یکی از افراد مورد اتهام را بدون رأی‌گیری از بازی خارج کند. دکتر هر شب می تواند جان یک نفر را از شلیک شب نجات دهد. او جان خودش را فقط یک بار می تواند نجات دهد. روانپزشک دو بار در طول بازی می تواند قدرت مکالمه بازیکنی را بابت روان درمانی از او بگیرد. کاراگاه هر شب می تواند استعلام یک نفر را از گرداننده برای تعیین وضعیت شهروند یا مافیا بگیرد. البته رئیس مافیا همیشه به او شهروند معرفی می شود. حرفه‌ای هر شب می تواند به یک مافیا شلیک کند، اما با شلیک اشتباه به شهروندان خودش از بازی خارج می شود. جان سخت با شلیک اول از سوی مافیا کشته نمی شود و البته از شلیک اول نیز بی خبر است. گرفتن استعلام نفرات خارج شده از بازی به عهده اوست و او دوبار می تواند استعلام وضعیت بگیرد. گروه مافیا، پدرخوانده مافیا. استعلام پدرخوانده برای کاراگاه همیشه شهروند است و تعیین شلیک شب از طرف گروه مافیا به عهده اوست. دکتر لکتر هر شب میتواند یک نفر را از شلیک نجات دهد. لکتر جان خودش را فقط یک بار میتواند نجات دهد. مافیای ساده. دو نفر اعضای مافیا که در شب با همراهی خود به پدرخوانده و دکتر گروه مشورت میدهند. در پایان رأی‌گیری بازیکن اخراجی از بین 6 کارت با انتخاب تصادفی وضعیتی را برای خودش یا بازی تعیین و اگر قرار به ترک کامل بازی بود او حق دارد 20 ثانیه بدون اشاره مستقیم به هر نقشی کلام آخر را بگوید. و اما وضعیت آن 6 کارت. مسیر سبز. بازیکن اخراجی می تواند یک بازیکن دیگر را در مسیر سبز قرار دهد و به این ترتیب بازیکن دارای کارت در آن روز با هر اتهامی مسئول از رأی‌گیری و دفاعی است. فرش قرمز. یار اخراجی بازیکنی را متهم می‌کند و فرش قرمزی برای قرار گرفتن در رأی‌گیری پایان آن روز برایش پهن می‌کند. ذهن زیبا. بازیکن در حال ترک بازی با داشتن این کارت می‌تواند نقش یک بازیکن دیگر را حدس بزند و برملا کند. چنانچه حدس او درست باشد، خود او به بازی برمی‌گردد. بی‌خوابی. در پایان آن روز بازی کسی نمی‌خوابد. زد و خوردی در شب وجود ندارد و بازی به روز بعد می رسد.
دروغ 13. بازیکن در حال ترک بازی با داشتن این کارت در هر نقش یا طرفی که باشد باید یک دروغ مرتبط به بازی به دیگر بازیکنها بگوید و گرداننده دروغ بودن موضوع را تایید نماید. بعد از آن از بازی خارج می شود. شلیک نهایی. بازیکن اخراجی در کنار گرداننده می ماند و به جای مافیا شلیک شب را به انتخاب خودش انجام خواهد داد. بازیکن بعد از شلیک نهایی کاملا از بازی خارج می شود. بازیکنی که در رأی‌گیری از بازی خارج می‌شود، فقط با انتخاب کارت ذهن زیبا امکان دارد به بازی برگردد. پیروزی در حقیقت است. شب‌های مافیا. میگن بازی مافیا ابتدا در بخش روانشناسی یک دانشگاه روسی به عنوان یک پژوهش ابدا شده، اما به هر حال خیلی زود در همه دنیا طرفدار پیدا کرده و حالا همه در همه جای دنیا به اشکال مختلف و شبیه به هم بازیش میکنن. مافیا همیشه عبارت مرموز و هولناکی بوده، اما ما مافیا بازی میکنیم تا یاد بگیریم چطور باید از خودمون و جامعه و شهرمون در برابر همه گروه های تبهکار و قانون گریز حمایت کنیم. بازی مافیا مثل خود مافیا به ظاهر پیچیده است، اما همیشه بالاخره سیاهی و تاریکی در برابر حقیقت و روشنایی شکست میخوره. ما برای همین تجربه شیرین اینجا هستیم
این اتفاق از اون چیزی که فکر میکنید جذاب‌تره. خب شاهد سه دوره رقابت از آقایون هنرمند بودید، اما این بار از 12 بانوی هنرمند، از بازیگران مشهور و خوب تلویزیون سینما دعوت کردم تا به این هتل بیان و مقابل چشمان شما بدون هیچ فریب سینمایی کاملا واقعی شبهای مافیا بازی کنند. لطفاً اسلحه‌تون رو بذارید روی میز. بفرمایید. لطفاً اسلحه‌هاتون رو بذارید روی میز. هم شما خانم ترکاشپند، هم شما سرگاه خانم آردی. بفرمایید. لطفاً اسلحه‌تون رو بذارید روی میز. قانونه خانم، قانونه. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. اسلحه ندارید؟ خیر، من اسلحه هم نیست. مطمئنین؟ بله. لطفاً کیفتون رو باز کنید. و اسلحه‌تون رو روی میز بذارید. معذرت. ببخشید. به شب‌های مافیا خوش آمدید. یادم نبود. یه اتفاقی اصلا نمیدونم چجوری رفته تو کیف من. به 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 به. خیلی واضحه که طبق قانون باید سلاحاتون رو کنار بگذارید. جدا؟ لطفاً. نمیشه پیشمون باشه؟ به هیچ وجه. خواهش میکنم. به شبهای مافیا خوش آمدید. سلاح ها رو بذارین و سر جاهاتون بنشینید. بفرمایید. بفرمایید. سلام. لطفاً سلاحتون رو کنار بگذارید. لطفاً اسلحه‌تون رو بذارید روی میز.
من شما رو میشناسم. نه، من محمد رضا علی مردانی هستم، خانم تیرانداز. خیلی خوش آمدیم به شهرهای مافیا. من تیرانداز هستم. سلام. نکشیم خاطره. اسلحه هاتون رو میز بذارین. بله. خاطره حاتمی هستم. خوش آمدید. خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. ما تسلیم. خیلی خوش آمدید خانم حسن‌پور. بفرمایید سلامتون باشه. میریم که شروع کنیم. همگی خوش آمدید. به افتخار خودتون دست بزنید. خب. میریم سراغ قوانین بازی. هرچند که میدونید ولی دوباره یادآوری میکنم. اگر بیقانونی ببینم حتما سکوت انضباطی میدم. باز ببینم حق رأی میگیرم. و باز ببینم از بازی اخراج میکنم بدون هیچ تعارفی. در چهره بعضی هم استرس دیده میشه. اصلا دوستان نهایتاً یه بازیه. حالمون خیلی خوبه. خیلی هم استرس نگیر. داره میره. اما تو باور نکن. به گروهی که براش بازی میکنید احترام بذارید که حظ نشید. چرا اینقدر تهدید کردی؟ چیکار کردم؟ تهدید لازمه. ما خیلی خوبیم. شما خوبی؟ منم میشناسم ایتون. نه گفتم ما خوبیم. عرض کردم شما خیلی خوبید منم میشناسم. نه ما خوبیم. بله شما خوبید من بدم. من قراره بد باشم. شک نکنید. مطمئنم. پس بریم که نقش ها رو تقسیم کنیم. نه؟ دیدی خوب همه چشما رو ببندن. متشکرم. خب همین چشما رو بسته نگه دارید. همه چشما بسته دارید. میتونید به چشماتون یه استراحت بدید. تا حالا این همه تایم 12 تا خانم ساکت نبودن و دممون گرم. خب الان دیگه هر کسی میدونه کیه. ولی نمیدونید دیگران کیان. شب معارفه ماست. از گروه مافیا میخوام چشماشون رو باز کنن. تمام مافیاها بیدارشن. شناسایی کنید همدیگر رو. پدرخوانده یک لایک بده. متشکرم. دکتر لکتر لایک بده. متشکرم. همدیگر رو شناختید. چشما رو ببندید و همینطور بسته نگه دارید.
روز میشه. سه نفر رو اسم برد، مبینی، نورچی، فخار. ما هم دنبال سه تا مردیم دیگه. یکی از شما دوتا لو رفته. من تاوتوشو در میارم. من همه چیز رو با جزئیات میدونم. همه که اونا فهمیدن طلاق پیش ماست، یعنی کسای دیگه هم میدونن. این نگاه به اینا بنداز. میشه بازش خوب یادمه. خودش. میدان صلح. خب. سر صحبت رو بسپریم به چه کسی مایله سر صحبت باشه؟ به حرفتون گوش کنم؟ چرا نکنی؟ سر صحبت میشه خانم ترکاشوند، انتهای صحبت میشه خانم میرعلمی. از این سمت میچرخه، بفرمایید. سلام دوستان، من آزیتا هستم، خوشحالم که دارم باهاتون بازی میکنم. کسی چالش نمیخواد؟ خب من برای اینکه دست به چرخه و بتونیم این تارگت هایی که به هم میزنیم از توش یه چیزی واسه شهر در بیاریم، یه تارگت میزنم به ایشون و یه تارگت به شما. نفر بعد بیستید لطفا. فعلا حرفی ندارم، بیشتر سرشارم از هیجان. بفرمایید. یادآوری میکنم که وقتی میایستید این چالش رو تعارف کنید. خب سلام دوستان، من شقایق هستم. کسی چالش نمیخواد؟ اینو بهتون. نه؟ خب من میخوام که یه تارگت بزنم به رویا و یه تارگت بزنم به نسیم و همین. مرسی. متشکرم. نفر بعد. خب دوستان خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم و با هم بازی میکنیم. من فقط میخوام که دو تا تارگت بزنم، یکی به خاطر جام، به خاطر اینکه به شما تارگت زد و شما هیچ دفاعی نکردی و گفتی من میخوام بازی بچرخه، و اینکه یکم رویا جان چون وقتی بهشون گفت خنده عصبی کرد اینجوری و به خاطر این ریاکشنش. همین. متشکرم. نفر بعد. بله. سلام، شهرزاد کمالزاده هستم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. چهره رویا از اول خیلی مافیایی بود، یعنی خیلی چشاش ببخشید دروش شده بود و یه حالت نگاه‌های مافیایی. خاطر تو وقتی که داشتی خودتو معرفی میکردی یه دستپاچگی تو وجودت بود که ببین اگر شهروندی داری غلط میزنی. در خصوص دیگران فعلا هیچ نظری ندارم. ایمان. سلام، من گلوریا هستم. من فعلا تارگت خاصی ندارم، ولی میخواستم بهتون صادقانه بگم که من یه شهروند هستم و امیدوارم که بتونیم هر چی زودتر اون مافیا با هم بگیریم. مرسی. نفر بعد. نمیدم. سلام دوستان، من مریمم، خیلی خوشحالم با تون بازی میکنم. بچه ها، ما وقتی که گفتن که چشماتون استراحت بدین و بیدارشین، من حواسم بود، یعنی اکثریت دنبال این میگشتن که مافیا پیدا کنن، اما گلوریا جون کلن خیره شده بود به یک نقطه و الان بلند شده برمیگرده میگه که من یک شهروند هستم و امیدوارم که بتونیم مافیا رو پیدا کنیم. این یک. دو اینکه خاطر جون، اصلا برای دور بازی، خب برای دور بازی اینکه ما بتونیم شهروندا رو پیدا کنیم، آزیتا جون با میشه به شما تارگت میزنه. خب تو برای اینکه شهروندی خودتو بخوای ثابت کنی، حداقل برمیگردی یا یه توضیح میدی یا یه استدلالی برای یکی میاری که مافیا پیدا کنی. جمله آخر. مرسی. بعدی. آهان دادا. سلام، من سامان پاکدل هستم، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم و امیدوارم که بازی خوبی رو با هم بکنیم. همین اول دست دوست دارم که یه تارگت قشنگ بچسبونم به آزیتای عزیزم و رویا میرعلمی عزیزم و شقایق دهخان عزیزم. قربون شما، بچرخه. چالش؟ من میخوام. نمیده. اوکی. نه، میدم. شوخی کردم. مرسی. بچه دلیلی که از خودم دفاع نکردم به خاطر اینکه اصلا احساس کردم باید دفاع کنم، برای اینکه انقدر چیز بود که اوکی حالا
معلوم میشه. مرسی. دمون شد. خب من باندم جیمز باند. دو سپر هم. خب سلام، من سیما هستم. به دلایلی فکر میکنم که تو مافیا هستی. قطعا، یعنی شک ندارم که تو مافیا هستی. دقت کنین شهروندای عزیز، همدیگر رو پیدا کنیم، بتونیم که ببریم. خیلی مهمه به نظر من. و حواستون باشه به شهرزاد. به مریم شک دارم، به رویا شک ندارم. احساس میکنم که آزیتا هم میتونه یه حالا ردپایی از مافیا داشته باشه، ولی هنوز بهش مطمئن نیستم. حواستون رو جمع کنین، خیلی مهمه که ببریم. مرسی. سیما جون، دو تا حالت داره. یا اینکه من یه حرکت اشتباهی کردم که این شک رو به من پیدا کردی، و اگر دومین حالت باشه، چون گفتی 100% و از کلمه یعنی 100 یعنی 1% جای خطا نذاشتی، پس میتونم احتمال بعدیم به خودت باشه، ولی فعلا روی تو نمیخوام این حسو داشته باشم. همچنان من حسم به رویا میرعلمی هست، روی خاطره حاتمی هست، نسیم ادبی مقدار ساکته، میتونم بهش مشکوک باشم. گلوریا خیلی ساکته. حالا بره جلوتر تا ببینیم چه اتفاقی میفته. من روی صحبتم اول با شماست خانم تیرانداز. وقتی بلند میشی یه تارگت به ایشون میزنی، یکی به ایشون، بعد منو میگی، خب مشخص کاملا داری ذهنا رو منحرف میکنی. بعد این هول شدنت، اسم و فامیل و دقیقا خود شما که برای همه چی تون تون لایک میدی دیسلایک میدی و بلند میشی. اتفاقا یاراتو ببین، مطمئنم مافیای بچه ها امشب با امروز مافیای من ایشونه و خیلی بد مافیا بد بازی میکنی، خیلی بد، خودتو و همه رو لو دادی و خیلی بد بازی کردی. سلام، من نسیم ادبی هستم. خیلی خوشحالم از اینکه توی گروهی هستم که تک تک دخترایی که اینجا هستن باهوش هستن خیلی زیاد، و میدونم که بازی خیلی خیلی پر از هیجانی رو خواهیم داشت. من هنوز نوبتم نشده بود که حرف نزدم، برای همین صحبت نکردم. یه سری مافیای ذهنی دارم که ترجیح میدم الان در موردشون صحبت نکنم، ولی الان در حال حاضر ترجیح میدم که مخصوصا خانم مؤمن رو ببینم که چی میگه. مرسی. من حق دارم بگم 100%. هیچ کس هم نمیتونه به من بگه مثلا باید بگی 90% یا هر چیز دیگه. این احساس از این سمت من رسیده. آزیتا جون، اشتباه اعلام کردی. من به شما شک کردم و به شهرزاد جون شک کردم. شما چرا خاطره رو وارد قضیه کردی عزیزم؟ هی هم لایک و دیسلایک نده، هی لایک و دیسلایک نده، بی ارزش میشه. مریم جون شما هم همینطور. من حتی الان میتونم شک کنم به آزیتا، به مریم و به شهرزاد. جمله آخر، متشکرم. سلام، من شبنمم. خیلی دوست دارم که الان با شماها، ماشاءالله بهتون همه باهوشین، دقتاتون زیاده. بله، من به گلوریا شک دارم به خاطر سکوتی که داره، به سیما به خاطر اینکه مخصوصا به چالش دادم که ببینم تکلیف چیه، چون این جوری که داشت شهرزاد بازی میکرد حسم این بود که شهرزاد شهره. راجب شقایق فعلا نظر نمیدم. پس دو تا مافیا دارم که از بین این دو تا قطعا یکیشون مافیاست. سلام دوستان، من مریم مؤمنم. کسی چالش میخواد؟ معلوم نیست. گفتم معرفی کنم بعد. دست بگی بالا. بفرمایید. خیلی خوب. از همین جای بازی خیلی جذاب شد واسه من. به خاطر اینکه من به شما تارگت زدم. همون اول بازی هم به شما زدم و شما زدی به من. برگردوندی به من. برای چی این کارو کردی؟ چون تو بهت زدم بعد به من میدادی؟ چرا؟ و یه مسئله جذابی هم که هست برای من اینه که خیلی عجیب و غریب این اتفاق و یه هویی دادی سمت من که همه رو بر علیه من جمع کنی که امشب منو بدی بیرون. اوکی، بگرده. من چالش گرفتم، صحبت کردم، برای اینکه خب یه چیزایی از بچه ها گرفتم دیگه، و اینکه من اتهام زدم به خانم حاتمی، به خانم دهقان و به خانم گلوریا. این دو نفر اتهام گرفتن، خانم گلوریا غیر از شبنم اتهام نگرفت. چرا نگرفت؟ خانم گلوریا تو سکوت داره بازی میکنه، میگم من روز شد باش صحبت کردم، همه یعنی اکثریت دنبال این بودن که ببینن اکتا چیه، و گلوریا مستقیم یک جا رو داشت نگاه میکرد و اصلا براش مهم نبود هیچی. سلام، من رویام.
خیلی عجیبه. چرا میخوای من رو بازی بیرون کنی وقتی من یه شهروند سادم؟ خیلی عجیبه برای من، چون در کارت هایی که بینتون تقسیم شده عنوان شهروند ساده وجود داره. اگر بگید من شهروند ساده هستم اطلاق نقش محسوب میشه. نه منظورم این بود که شهروندم حزبتون بکنم، منتها چون متوجه شدم منظورتون اینه که به هر حال من توی شهرم، آره شهروندم، شهروند هستید. من اینو تذکر دادم، دفعه بعد واقعا بله بدون تذکر اخراج میکنم. اون دفعه به خدا لایک و دیسلایک میدی. آره برای همین با قدرت اتهام میزنم به تو که داری الکی بازی رو منحرف میکنی. بچه ها شهروندا خواهشم مراقب باشین، حتی میتونین خانم کاراگاه اصطلاح منو بگیره. خب میریم برای رای گیری. سر صحبت شما بودید، بیستید خانم ترکاشفند. یک رای بفرمایید. خانم حاتمی 1 2 3 بفرمایید. خانم دهقان 1 2 بفرمایید. خانم حسن‌پور 2 رای بفرمایید. خانم هاردی 1 2 3 4 5 رای بفرمایید. خانم پاکدل 1 رای بفرمایید. خانم تیرانداز 1 2 3 4 متشکرم، بفرمایید. می‌خواست بیشتر بشه. خانم کمالزاده 1 2 3 4 5 رای بفرمایید. خانم ادبی متشکرم، بفرمایید. خانم فرشادجو 1 رای بفرمایید. خانم مؤمن 5 ثانیه تموم شد. 1 2 3 رای بفرمایید. خانم میر علمی بیستید لطفا. 1 2 3 4 5 6 رای. خانم میر علمی و خانم هاردی دفاع. اول شما. من خیلی ناراحت شدم که شما متوجه نشدین که من سکوت کردم به خاطر اینکه نمیخوام زود قضاوت کنم. من یه شهروند خیلی مهمی هستم، خیلی درستی هستم، اشتباه نکنید لطفا. خانم علمی دفاع بفرمایید. خب قطعاً 4 تا مافیا دارن به من رأی میدن، شک نکنید. چرا باید من 6 تا رأی بیارم؟ چرا باید گلوریا 6 تا رأی بیاره؟ قطعاً 4 تا مافیا دارن به من رأی میدن و میخوان منو از بازی بیرون کنن. این کار نکنید، واقعا اعتماد نکنید. خانم شبنم این کار نکنید، مرسی. افرادی که در دفاع هستن شما و شما حق رأی ندارید. بقیه هم فقط به یکیشون میتونید رأی بدید، نمیتونید دوبار رأی بدید. لطفاً چشم ها رو ببندید، به خواب نیم روزی میریم. خیلی سراتون رو پایین نندازین چون کلاه دارین. دست از جلوی چشم بردارین، پلکتون دیده بشه. بسیار خوب. شهردار بیدار شین. آیا ملغا میکنه رأی گیری و آیا رأی خروج به کسی میده؟ متشکرم، چشماشو ببنده. خانم هاردی، گلوریا هاردی، کیا بهشون رأی میدن؟ متشکرم. به خانم میر علمی چه کسانی رأی میدن؟ متشکرم. در ادامه این روز چشما رو باز کنید. خانم هاردی 1 رأی آوردید، در بازی میمونید. خانم میر علمی 6 رأی آوردید، قطعا با شما خداحافظی میکنم. و همینطور رأی مستقیم شهردار هم شامل این آرا بود که در واقع به شما رأی خروج دادند. خب خانم امیر علمی تشریف بیارید، تشریف بیارید. کارت های حرکت آخر 1 تا 6 یک کارتون انتخاب بفرمایید. 2
2. ذهن زیبا، یعنی اگر نقش یک نفر رو درست حدس بزنی تو بازی میمونید. شبنم شهروند ساده است. حدستون اشتباه است، بنابراین باهاتون خداحافظی میکنیم. ولی قرار نبود که تو دست اول اینجوری اتفاق بیفته و یکی کشته بشه. قرارمون این نبود. واقعا بدجنسی. خیلی زیاد و متوجه میشین که من خب عجب، میریم برای شب اول. چشما رو ببندید و بخوابید. دکتر شهروندها چشمش رو باز کنه. دکتر شهروندها یک نفر رو نجات بده. یادآوری میکنم دکتر شهروندها خودش رو یک بار میتونه نجات بده، بقیه رو هر چند بار میتونه نجات بده. بخوابید. مافیا بیدار شد. در نهایت من دست پدرخوانده رو میبینم. دکتر لکتر یک نفر رو نجات بده. مافیا بخوابن. خب کاراگاه بازی بیدار. اگر استعلام بگیره مافیا باشه بهش تایید نشون میدم، اگر شهروند باشه بهش عدم تایید نشون میدم، اگر رئیس مافیا رو هم استعلام بگیره باز بهش عدم تایید نشون میدم. خب کاراگاه استعلام چه کسی رو میخواد؟ کاراگاه بخوابه. حرفه‌ای بیدار شه. حرفه‌ای اگر شهروند بزنه خودش میره بیرون. اگه مافیا بزنه که خب موفق شده یه مافیا رو بکشه. بخوابه. روانپزشک بیدار شه. روانپزشک یادآوری میکنم دو بار در طول بازی میتونه کسی رو تشخیص بده که باید ساکت بشه و بهش سکوت بده. آیا میخواد کسی رو ساکت کنه؟ متشکرم. چشماشو ببنده. آیا جان سخت استعلام وضعیت میخواد؟ دو بار در کل بازی میتونه این کار رو انجام بده. متشکرم. بخوابه. روز میشه دوستان. در شب گذشته روان پزشک بازی تشخیص داد که سرکار خانم مؤمن امروز کاملا سکوت کنن، حق صحبت کردن نداره. مافیا هم حمله کردن و تیراندازی کردن و شلیک کردن و کشته شبمونم نداشتی. سر صحبت خانم حاتمی بیستید لطفا. سکوت. بله خواهش میکنم. فکر میکنم من باید یه سخنرانی بکنم بابت اینکه اون دو نفری که ما آوردیمشون تو رای گیری، دوتاشون خیلی مشخصه که شهر بودن. وقتی رویا 6 تا رای میگیره یعنی 4 تا مافیا بهش رای داده و 2 تا شهرونده خنگ. در نتیجه خواهش میکنم حواستون رو جمع کنی، لازم به استعلام هم نیست دیگه، حالا مشخصه که رویا شهر بوده و رفته بیرون. حواستون رو جمع کنین. خیلی ممنون.
لایک ندین که من از شما فعلا چیز کردم، گذشتم. آره شهرها همو پیدا کنن، اینو میگم، نوبت خودم دوباره حرف میزنم. بفرمایید. والا من احساس میکنم که یه ذره بعد نمیدونم یه کاری بکنیم هیجان بازی بره بالاتر، حتی یعنی هی قبل از اینکه جلوگیری کنیم از ایجاد هیجان، اتفاقا شاید بتونیم هیجان انگیزترش هم بکنیم بازی رو. خیلی کمک کرد. همین، مرسی. اون چه دیسلاک. خیلی جالبه. همین اول شبنم فرشاجو با میشه و این دو نفری که اومدن توی رأی‌گیری اعلام میکنه که اینا شهروند ساده‌ن. شما از کجا میدونی که اینا شهروند؟ نه استعلامی گرفته شده، نه هنوز خبریه، نه کشته‌ای دادیم، یه نفر رفته بیرون. شما از کجا میدونی که این دو نفر جزو شهروندای ساده بودن؟ یک. دو، راجع به خانم آزیتا ترکاشفند، برای من اینه که توی رأی‌گیری، یعنی من به ایشون تارگت دارم میزنم و ایشون توی رأی‌گیری و دفاعی اصلا نمیاد، یعنی با یه رأی من فقط میاد بالا، یعنی بقیه هیچ اظهار نظری راجع به این که خیلی جالبه داشتن به آزیتای ترکاشفند میدادن. و فکر میکنم که یه ذره برای من عجیب بود که آزیتای ترکاشفند چرا نیومد و شبنم فرشجو که چیه و از کجا فهمید که این دوتا آدمی که رفتن بدون استعلام آدمای شهروند ساده. اینجوری فکر میکنم. کماکان فکر میکنم که اصرار دارم رو اینکه رویا بوده، مافیا بوده. راجب شبنم فکر میکنم نیست، به خاطر اینکه وقتی که رویا حد زد که شهروند ساده است و شما گفتین که نه نیستش، خیلی داشتی تلاش میکردی که توضیح بدی که شهروند ساده نیستی، ولی یعنی اینکه شهروند ساده نیستی، مافیا نیستی، ولی یه شهروند یه جور دیگه ایم. در ضمن اینکه فکر میکنم مشخصه که خودم هم شهروندم. مرسی. نفر بعد؟ خیلی برای من جالب شد دوستان. قطع به یقین مطمئنم دیگه که شما خب مافیا هستین، ولی مافیای باهوشی نیستی و داری اینقدر بد بازی میکنی که یارات هم لو دادی، ولی من از جایی که میدونم شب میزنن یاد گرفتم که همه رو لو ندم یکی یکی. خیلی بد بازی کردی، باز به کرات. دوستان به من اعتماد کنید، لطفاً پشت دست من بازی کنید، میرسیم به مافیا. الان ما بی راه نریم، ما اول باید شهر رو پیدا کنیم. شهر رو که پیدا کنیم مافیا میاد بیرون. شهره 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 شهره. شک دارم به تو. دود شد رفت عواشه. من اول شکم خب روی رویا بود و خاطره، به خاطر ریاکشنش. الان شکم اومده روی شبنم، به خاطر اینکه تو سری بلند شدی گفتی قطعا رویا شهرم بوده. چرا؟ رو چه حسابی این حرف رو زدی؟ و اینکه شما دو بار لایک نشون دادی تو دو تا حرف مختلف، یعنی سری میایی اول با شبنم لایک نشون دادی، بعد اینجا یه چیزی مخالف شبنم گفتن دوباره لایک نشون دادی. این ریاکشن مقدار ریاکشن اشتباهیه و من به شما هم شک کردم. من میخوام تارگت بزنم خانم دهقان، خانم شهزاد و خانم پاکده. من حس میکنم که خیلی با هیجان زدگی تلاش میکنن که منو بندازن بیرون و این اشتباه خیلی بزرگیه. بله، نفر بعد. خب من فکر میکنم که خیلی مشخصه سمیر، تو برای من شهروندی. من حتی حس میکنم که میدونم که سمتت چیه. گلوریا تو برای من مافیایی، سمانه تو برای من مافیایی، چون تو خوب منو میشناسی و تو بی جهت به کسی تارگت نمیزنی. اون موقعی که رویا داشت، بچه ها رأی‌گیری‌ها رو باید دقت کنی، کی پشت دست رویا اینا با هم دیگه ببینین به هم نگاه‌های تابلو می‌کردن، بعد گیج می‌شدن، بعد توی مافیا الان یکیشون داره به یکیشون میزنه. گلوریا اومد به سمانه زد، یه مقدار هوشمندتر، احتمال داره که امشب اینا منو بزنن. خواهش می‌کنم که رد خون منو لطفاً با گلوریا و با سمانه حتما دنبال کنین. روی خانم تیرانداز حسم اینه که شهرونده، ولی
الان باز هیچی نمیگم ولی من خواهش میکنم روی این دو نفر یه مقدار تمرکز بیشتر. متشکرم. یادآوری میکنم که زمانی که چالش میگیرین زمانتون کمتر از وقتیه که نوبت صحبت کردنتونه. خیلی جالبه. بازی از اینجا چرخید رسید به اینجا. من تو رأی قبلی فکر میکنم دو رأی آوردم. رسیده به اینجا سه نفر به من تارگت زدن و این خیلی برای من عجیبه. چرا من بعد تا اینجای بازی تارگت بخورم و منو با خانم گلوریا که خود من یکی از مشکوک ترین آدم هام روی مافیا بوده منو توی یه سایت قرار میدی؟ تا اینجا رسید به من و سه تا رأی هویی برای من میه و خیلی جالبه. من اگر مافیا بودم عزیز من شما رو شب نمیتونستم شاد بکنم، نمیتونستم این کارو بکنم. این چیه اینقدر تو محکمی روی من؟ نوبت هم شد میگم. خیلی روی بچرخه. خیلی روی عذیتم. میشه به کسی بر نخوره؟ میشه خنگی نباشین؟ میشه خنگی نباشین؟ یعنی به سه روز روشنه که مافیاست. نمیگم. اتفاقا بگو. نه نمیگم. دلیل دارم. دلیلش هم شب گذشته است. خب حواستون رو جمع کنین. رویا که قطعا شهروند بود و خیلی اشتباه کردین. شهردار عزیز محترم، از ملغا کردن رأیت استفاده کن. ببینید مافیا رو، شهروندان عزیز پیدا کنید، اشتباه نکنید. همچنان سر تارگت های قبلم هستم. شما بهش اضافه شدید. متشکرم. نفر بعد. بچه بازی قطعا یه کاراگاه داره و یه جان سخت که میتونن استعلام بگیرن و من نمیدونم که چرا این اتفاق نمیفته. عرض کردم اگر که فکر میکنین که من مافیا هستم بنده رو بفرستیم بیرون، رد خونم رو بگیرین. اگر نه به هم اعتماد کنیم و شهروندها اگر فکر میکنین من مافیام، همدیگر رو پیدا کنین بذارین یه مقدار بازی بره جلو. خیلی دارین گنگ میکنین بازی رو. یه لحظه اجازه بدید. شما مگه سایلن نیستی؟ اکتتون رو کمتر کنی. یه قرص بهش بدید آروم میگیره. یه پوکساید بدید بهش بخور. میخوای شما رو هم ساکت کنم؟ کسی چالش میخواد بچه ها؟ یا نه؟ یکم برای من عجیب بود که زمانی که هم رویا هم گلوریای عزیزم هر دوشون در معرض اتهام بودن، چطور رویا 6 تا رأی آورد و گلوریا یه دونه. یکم این برای من الان عجیبه، برای اینکه من مطمئنم که رویا جزو شهروندا بود، مطمئنم که شبنم جزو شهروندا هستش، آزیتا، شقایق به شدت مطمئنم در موردشون، یکم مشکوک هستم به خاطره عزیزم و سمیرا و یه کوچولو گلوری. مرسی. دوستان کسی چالش میخواد؟ ببخشید بچه، به نظرم یه ذره چیز کنیم، یعنی یه ذره فضا رو بیشتر ببریم به این سمت که به جای اینکه بگریم حالا بودیم دنبال اینکه شهروند کیه، حالا شهروندا رو اول پیدا کنیم بعد مافیا رو، این یه ذره یعنی اینجوریه. یعنی لقمه رو داری اینجوری میکنیم، اول مافیا رو پیدا کنیم بندازیم بیرون، شهروندا همگی با هم دیگه زندگی کنیم دیگه، بهتر نیست؟ خب من شهرهایی که میشناسم و اعلام میکنم بدون اطلاق نقش. شما شهری، شما شهری، شما شهری، شما شهری. من نمیدونم این روانپزشک چی زده که ایشون رو سایلنت کرده. واقعا نمیفهمم. اجازه بدین مریم بازی رو بلده. و خانم فرشاد جو، میشه ازتون بخوام وقتی میگی شما شما اسم ببرید؟ اسم ببرید. قطعا شهرزاد، شهر نسیم، شهر من پشت دست اینایی که میگم بازی میکنم اگه منو نزنن. ایشون شهر، ایشون شهر. 1 2 3 4 5 الان 5 تا شهر مشخص شده. خاطره داره بد بازی میکنه به نظر من. اگرم شهر شهر خوبی نیست واقعا، متاسفانه به گمراهی استان بوده قبل. به گمراهی میندازه. خانم حاتمی سکوت انضباطی. خاطره داره بد بازی میکنه اگه شهره. و همون جوری که گفتم به کدومتون بود که قطعا 4 تا مافیا و 2 تا شهروند خنگ به رویا رأی داده و رفته بیرون و اون چند تا مافیا به گلوریا رأی ندادن، اینم که مشخصه دیگه. پس گلوریا هنوز من به شک دارم، تو شکامه. بریم به چرخه ببینم بقیه چه اتفاق. متشکرم. نفر بعد. چالش نمیخواد؟ میتونم. تو سایلنتی. اینجا با چالش هم گرفته.
شما شهری، شما شهری، شما شهری، شما اسم شهری، ببرید. من شهرم. خانم ترکاش این گروه اسم ببرید. این بر همه شهرن. شما چرا ناراحت شدی بلند شدی گفتی که نه 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 شهر پیدا نشه اول بگردیم مافیا رو پیدا کنیم؟ خانم شما چرا به همه داری لایک میدی؟ برای چی داری به همه لایک؟ بابا داری بد بازی میکنی، یارات مشخص شد، بچه ها مافیا مشخصه. خانم سیما بازی شما دست منه، وقتی بلند میشید میگید لطفاً دقت کنید گول نخورید ما میفهمیم. بچه ها مافیا مشخصه، خنگ بازی در نیارید به قول خانم تیرانداز. بفرمایید. بسیار خوب تمام شد. نخیر خانم آتمی بیستید. چه کسانی به ایشون رای میدن؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6 دفاع میکنید دست میدید. بفرمایید چه کسانی به ایشون رای میدن که مافیا؟ 1, 2, 3 خانم حسنپور بیستن. آرا 1, 2 بفرمایید. خانم هاردی یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت رای، حتما دفاع. خانم پاکدل یک، دو، سه، چهار رای. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، شش رای. خانم تیراندازم میان دفاع. خانم کمالزاده بایستن لطفا. آرا رو میبینیم، خبری نیست، هیچ رای. بفرمایید خانم ادبی هیچ رای. خانم فرشاد جو یک. بله خانم مؤمن سایلنت سه رای کافیه دیگه. بفرمایید خانم ترکاشوند 1, 2, 3, 4 رای. بفرمایید خانم هاردی دفاع میکنن، خانم تیرانداز دفاع میکنن، خانم حاتمی هم فعلا سکوتن نمیتونن دفاع کنن، ولی این دفعه رو میبخشید بقل از خودتون بتونید دفاع بکنید. منتها یه کاری نکنید، یه کاری کنم که حساب کار دستتون بیاد. خشنه بابا. اول خانم هاردی با 7 رای از خودتون دفاع کنید. دفاع. با 7 رای خیلی سخته که از خودم دفاع کنم و من فقط تونستم دقت کنم کی برای من رای نداده و میخوام بدونم دلیلشون چیه که به من رای ندادن. سیما جون با نسیم یا نمیدونستن واقعا به چه دلیل به من رای بدن یا شک داشتن که شاید من به خاطر بازی مافیا همه قانع شدن که به من رای بدن که برم. خلاصه میخوام بگم که من حتما یه شهروند خیلی بدی هستم که شما بازی مافیا رو گول خوردیم و حتما منو بندازین بیرون و از جان سخت استعلام بگیرین که بفهمین که من یه شهروند بودم. متشکرم. بفرمایید خانم حاتمی دفاع کنن. به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه مثلا من خیلی دفاع عجیب غریبی نکردم یا مثلا حرفای عجیب غریبی نزدم یا همش اینجوری و اینجوری نکردم یا مثلا خودم رو نکشتم؟ اصلا این دلیل قانع کننده نیست. من دارم نشستم دارم بازیمو میکنم. یعنی اصلا چون تو قرار نیست کار عجیب غریبی بکنی دلیل برای نمیشه که تو همه گرد چیزا گردن تو باشه یا بخوام بندازنت بیرون. در صورت هر چی که هست ممنونم ازتون و هر چی که بعد اتفاق بیفته میفته. مرسی. این سه نفر یعنی ما سه نفر مافیا نیستیم، اشتباه داریم میکنیم. به شدت و به شدت خوب مسیر رو چرخوندن به سمت من و گلوریا از اول. رد خون من اگه رفتم بیرون رد خون منو بگیرین به خانم ترکاشوند. اصلا شک نکنی، شک نکنی. اینجا که دفاع بی‌تایید و عدم رد نادی که رد خونم نه با شما نیستم. آها. مریم مومن حواستون رو جمع کنید لطفاً، رد خون منو بگیرین اگر من و قطعاً بهتون بگم مافیا امشب به من رأی میدن، شک نکنی و شما یه شهروند مهمتون از دست میدین.
میریم به خواب نیمروزی. چشما رو ببندید. شهردار قابلیتشو استفاده کرده، دیگه نمیتونه کاری انجام بده، چشما بسته. من نگفتم کسی بیدار شه یا چشمشو باز کنه. رأی گیری برای خانم هاردی. دست ها رو ببینم. متشکرم. دست ها پایین. برای خانم حاتمی رأی ها رو ببینم. متشکرم. دست ها پایین. برای خانم تیرانداز متشکرم. به ادامه این روز میپردازیم. چشما رو باز کنید. خانم هاردی یک رأی، خانم حاتمی یک رأی، خانم تیرانداز 6 رأی. پیش از اینکه باهاتون خداحافظی کنیم، تشریف بیارید که کارت حرکت آخر به غیر از شماره 2 از 1 تا 6. 2 رو نداریم، 1 تا 6. 6. کارت دروغ 13. به همه ما یک دروغ بگید و جمع ما رو ترک. وای، یعنی اعصابمو خرد کردیم. من مطمئن بودم به من رأی میدن. مطمئن بودم منو میندازن بیرون. حواستون رو جمع کنید. دروغتون رو بگید، تشریف ببرید. من نمیتونستم کسی رو نجات بدم. متشکرم. تایید میشه دروغشون. فارسی زبانان عزیز، برای تماشای فیلم و سریال های بروز ایرانی وارد سایت تلویکا شوید. جدیدترین فیلم و سریال های روز را با بالاترین کیفیت و همزمان با انتشار در ایران قانونی از طریق تلویکا تماشا کنید. به همراه زیرنویس عربی، انگلیسی و کردی. 7 روز تست کاملا رایگان. پرداخت امن و آسان از طریق استرایپ و پیپل. موجود در اپ استور و گوگل پلی برای نصب بر روی سیستم عامل iOS و اندروید. امکان خرید بلیت سینمای آنلاین برای فیلم‌های در حال اکران در ایران و تماشای آن به صورت آنلاین. دسترسی راحت و آسان از طریق وبسایت تلویکا. بریم برای شب دوم. اول دکتر شهروندها چشمشو باز کنه. یک نفر رو نجات بده. تصمیماتون رو سریع بگیرید. دکتر چشمشو ببنده. مافیاهای بازی بیدار شن. مافیاهای بازی بیدار شن. با هم مشورت کنن. من در نهایت دست پدرخوانده رو میبینم. من در نهایت دست پدرخوانده رو میبینم. خب دکتر لکتر، یک نفر رو نجات بده. تمام مافیاها چشما بسته. کاراگاه بازی بیدار شه. استعلام یک نفر رو بگیره.
کارگاه بخوابه. حرفه‌ای بازی بیدار شه. آیا شلیکی خواهد داشت؟ آیا شلیکی خواهد داشت؟ دوستان پشت صحنه برن عقب. حرفه‌ای بخوابه. روان پزشک بیدار شد. میخواد کسی رو ساکت کنه؟ این آخرین باریه که میتونه از این قابلیت استفاده کنه. آیا روان پزشک کسی رو ساکت میکنه یا خیر؟ بخوابه. جان سخت. آیا استعلام میخواد؟ بخوابه. صبح همگی به خیر، روز می شود. چشما رو باز کنید. در شبی که گذشت هیچ کسی ساکت نشد. جان سخت هم استعلام گرفت. و خداحافظی می کنیم با دو نفر. دو کشته داشتیم. خداحافظی میکنیم با سرکار خانم پاک دل. یه دست به افتخارشون بزنیم. تشریف میارم. خسته نباشید خانم پاک دل. و کشته بعدی سرکار خانم فرشادجو. میدونستم. خداحافظ. بفرمایید بیرون، به افتخارشون دست. حالا استعلام جان سخت. چهار نفر از بازی شما خارج شدن. از شهروندها، یک کاراگاه، یک دکتر و یک شهروند ساده. از مافیاها، یک مافیای ساده. سه مافیا داخل بازی هستن. سر صحبت سرکار خانم دهقان. بیستید لطفا. خیلی خوب. راستش من شبنم فرشادجو یه چیزی گفت. من فکر میکردم که تا الان ما شهروند ساده داریم، شهردار داریم، حرفه‌ای داریم، جان سخت داریم، ولی گفتش که شهروند احمق هم داریم. من فکر میکنم شهروند احمقم، برای اینکه اشتباه کردم که به سیما تیرانداز رأی دادم. برای همین الان شکم بیشتر از همه با آزیتیست، برای اینکه فکر میکنم که بیشتر از همه، یعنی کسی که بیشتر از همه سعی کرد که ما رو مجاب بکنه که سیما مافیاست، آزیت. نفر بعد، متشکرم. شهروندی با من بازیت میشه؟ میشه بازیت دیگه بدیم خاطره رو بیرون؟ میدین رای؟ رای میدین خاطره رو بدیم بیرون؟ بازی میکنی تو هم با من؟ بدیم خاطره رو بیرون. شقایق تو چی میگی؟ آزیتا چی میشه پس؟ جمله آخر. مرسی. نفر بعد. پالاتیک خوبی بود. فکر میکنم دیگه الان خیلی مشخصه که واقعا مافیا کیا هستن. مرسی واقعا مریم، خیلی کمک کردی. و شهروندا لطفاً قشنگ دقت کنید. خیلی ممنون. متشکرم. نفر بعد.
باریکلا به مافیا، من نه اتوبوس دارم نه مینیبوس، یه جیان دارم. نسیم سواره، تو سواری؟ خیلی قشنگ حرفه‌ای دیشب یه دونه مافیا رو زد. خاطره عزیزم، 100% قطع به یقین. و شمایی که انقدر زیبا، من مخصوصا روی تو سکوت کردم که ببینم رگ شهروندی داری یا نه. و همین الان 100% سمیرا جان شما مافیای این بازی هستی. خاطره عزیزم، اولش فکر میکردم که استرس گرفتی، ولی نه، من تو رو خیلی خوب میشناسم. سمانم قطع به یقین. جمله آخر. شما توی ماشین من هستی قطعا جان کوچولو، با اینکه خوب بازی نکردی. مفهوم جمله رو میدونی؟ بیایم هممون رای گیری کنیم، شهروندها با هم دیگه روی ایشون و ایشون من نظرمه. بله، منم حسام میگه که خاطره مافیاست، شقایقم همینطور. مگه اینو نگفتی الان؟ اون مال دست قبلی بود. یعنی جان چه کار؟ خب سنگا این. آها خانم حاتمی، سکوت میدم ها. سکوت میدم ها. آه خب حرف بزنید. الان اخطار دادم. حالا نمیدونم، حالا یک دوری دیگه من گوش میدم اگه هنوز تو این بازی هستم. یه ذره الان تا اومدی تو ماشین من یه ذره داری لق میزنی، یعنی یه جایی یک کجا باشه که امشب اینا منو میزنن. بیاین، من روی دو نفر به قطعیت دارم میگم، خاطره و سمیرا. من 10 بار اینجوری کردم. دوستان لطفاً اعتماد کنید، شما رو سمیرا رو رای بدین بندازیم بیرون. اول سمیرا رو رای بدیم بندازیم بیرون، بعد در مورد به خاطره تصمیم میگیریم. فعلا ذهنتون رو بذارید دوتا رای اولمون این باشه لطفاً. ولی من کاملا با نظر شما موافق هستم و از حرفه‌ای هم خواهش میکنم که واقعا یکی از این دو دوست عزیزمون رو بندازه هرچه زودتر بیرون. خیلی من خب دوستان کسی چالش میخواد؟ نده بچه، مگه میتونن اینا حرف بزنن نظر بدن به کی بده؟ دخالت نکنید، اینجا من هستم. ببخشید بفرمایید. من اگه اینا با به ایشون بگن که نظر بده اجازه بده یا نه. نه بحث دخالت نیست، من چیزی بگم ایشون. نه نه آخه خانم حاتمی اجازه ندادید من کارم انجام بدم. من خواهش می‌کنم شما برای همین ایشون سکوت انضباطی، شما هم اجازه ندادید، شما هم سکوت انضباطی هست. مریم مومن یه پلاتیکی زد و من یه صحبت کوتاهی کردم، فقط میخواستم ریاکشن‌ها رو ببینم و الان مطمئنم خیلی قشنگ داری بازی میکنی، خیلی قشنگ داری بازی میکنی و همینطور شما. پشت هم اومدیم و این بنده خدا که شهرونده رو انداختید وسط، ایشون شهروند ساده است با ماست. شما دو نفر قشنگ دارید بازی رو میچرخونید. خانم عزم کاملا... چون شهروند ساده یک بار دیگه هم گفته شهروند هستم، ببخشید. بله شهروند. اطلاق نشه. بله شهروند هستم. قشنگ داری ذهنها رو منحرف میکنی. هم میخواست نفر بعد. من تو ماشین جا دارم دیگه، به من اعتماد داری؟ خب ببین چی کار کنیم. قدرت رأی رو میخوای بیاریم پایین؟ سه تا الان تو بازی هم دیگه، قدرت رأی رو بیاریم پایین. میفهمی اون دو نفر هم نتونن رأی بدن. همه اجماعا به گلوریا رأی میدیم بیا تو دفاع. کیو میگی؟ شقایق رو میگی؟ سمیرا رو میگی؟ بعد کیو میگی؟ این دوتا بیان تو دفاع؟ چی داری میگی؟ من میگم این دوتا بیان تو دفاع، قدرت رای گیری بیاد پایین، بعد یه نفر رو بدیم بیرون. خب من الان چی دارم میگم؟ میگم گلوریا بیاد توی دفاع. بچه چند بار اومده توی دفاع با یه رای نشسته؟ 10 بار اومده. چرا اینقدر شما ساده این؟ بچه میدونین که رئیس مافیا دیسلایکه آه؟ بیاد توی دفاع، ایشون هم بیاد توی دفاع، درسته؟ ما رأی خروج رو بدیم به ایشون، گلوریا کاری نمیتونه بکنه. جمله آخر. موافقین بچه ها؟ پس بریم. بچه ها من دارم کم کم به مریم مومنم شک میکنم، علت داره که دارم میگم. اگر این دوتا بیان تو دفاع، خب به فرض یکیشون شهروند یکیشون مافیا، بعد شد مافیا الان تعدادشون زیاده، مافیا در شب رأی نمیدن که اون مافیا بیرون بره و یه شهروند از دست دادیم. آقا رأی ما امروز اینه، خانوما ببخشید، رأی ما امروز ایشونه، ایشونو بکنیم بیرون، استلام بگیرید. اگر مافیا نبود بعد منو بزنید.
چرا داری اینا رو میذاری تو دوتا؟ من دارم بهت شک میکنم، مافیا زیاد تعدادش اومدم و یکیشون شهر. اصلا خانم این شهروند بود. جمله آخر. نه رأی ما شهرها لطفا پشت من وایسا. اگر پشت تو اگر تو شهری لطفا پشت من وایسا سمیرا رو بدیم بیرون. نفر آخر در واقع چون به هر حال سایلنت شدن، میریم برای رأی گیری. خانم دهقان بیسید لطفا. هر کس چهار رأی بیاره میره داخل دفاعیه. بفرمایید. هیچ رأی. خانم حسن‌پور چه کسانی رأی میدن؟ پنج رأی. بفرمایید. شلوغ نکنید لطفا. شلوغ نکنید. جفت‌سازی نکنید لطفا. نفر بعد. خانم هاردی بیستید لطفا. چه کسانی بهش رأی میدن؟ چهار رأی. شما هم دفاع میکنید. بفرمایید. خانم کمالزاده بیستن. دو رأی. نمیان دفاع. بفرمایید. خانم ادبی. دو رأی. دفاع نمیان. خانم مؤمن. دو رأی. دفاع نمیان. بفرمایید. خانم ترکاشبند. سه رأی. دفاع نمیکنن. خانم آتمی سرعی دفاع نمی کنن. خانم حسن‌پور نفر اول دفاع میکنن. بیستید لطفا. بچه ها سه تا شهروند رفته بیرون و شما دارید باز گول میخورید. خیلی قشنگ دارن بازی میکنن. از اول مشخص و من تارگت اولم ایشون بود. قشنگ از ریاکشن ها مشخصه. چرا نمیخواین یه ذره دقت کنین؟ به قول خانم تیرانداز خنگ نباشید لطفا. بذار فکر کنیم که کی داره اصرار میکنه اونجوری هم وایمیسیم که من مطمئنم ایشونه، برای اینکه خودش از تو داره التهاب داره. خواهش میکنم سه تا شهروند رفتن بیرون. دقت کنید لطفاً. داره گول میزنه. از ریاکشناش مشخصه. خب خانم هاردی نوبت شماست دفاع کنید. بیستید لطفاً. من میخوام بدونم چرا هر دفعه من باید بیام تو دفاع و اصلا کسی به من رأی نمیده. من نمیفهمم. بازی میدن دیگه. بازی مافیا است. دوباره تکرار میکنم. حواستون باشه. منو بندازین بیرون. من شما رو بازی میدم. دوستان رعایت کنین. استعلام بگیرین از جان سخت. و بفهمین که من واقعا شهروند هستم. چشم ها بسته به خواب نیمروزی میریم. اینقدر علامت ندید به هم. به خانم حسن‌پور، آرا رو مرسی، متشکرم. دست ها پایین. به خانم هاردی چه کسانی رأی میدن؟ کسانی که رأی دادن دوباره نمیتونن رأی بدن. متشکرم. دست ها پایین. چشم ها رو باز کنید. به ادامه روز میپردازیم. خانم هاردی مجدداً یک رأی. مشکوکه. خانم حسن‌پور چهار رأی. خانم حسن‌پور با شما باید خداحافظی کنیم. تشریف بیارین. یک، سه، چهار، پنج. سه. سه. فرش قرمز بگیرید. میخواید فردا چه کسی مستقیم بره داخل دفاعیه؟ اینو بذارید جلوش. خانم کمالزاده فرش قرمز دارن، حتما به دفاع خواهر رفت. بفرمایید بیرون. به افتخارشون دست بزنید. شب است، شب است. بخوابید لطفاً، بخوابید. چشما همه بسته، من دارم دقیق نگاه میکنم. دستتون رو از جلوی صورتتون بردارید. خب، میدونید که دکتر نداریم در بین شهروندها. پس مستقیم میریم سراغ مافیا. مافیا چشماشون رو باز کنن، همدیگر رو دوباره ببینن، 30 ثانیه مشورت کنن.
خب من دست پدرخوانده رو میبینم، دکتر لکتر یک نفر رو نجات بده. سر صدای من برای فریب دادن شماست. بخوابن مافیاها. کاراگاه هم که میدونید ندارید، در استعلام قبلی متوجه شدید، بنابراین حرفه‌ای بیدار شه. میزنه؟ آیا حرفه‌ای میزنه؟ بخواب حرفه‌ای. روان پزشک بیدار شه. آیا میخواد کسی رو ساکت کنه؟ سایلنت. چه کسی؟ روان پزشک بخواب. جان سخت یک استعلام داره، استعلام آخرشه. آیا میخواد که استعلام بگیره؟ اگر میخواد به ما یه تایید نشون بده. دیدیم. بخوابه. سه دو یک. روز می شود. چشما رو باز کنید. به امروز خوش آمدید. جان سخت استعلام گرفت و آخرین استعلامش هم بود و دیگه نمیشه استعلامی گرفت. روان پزشک هم تشخیص داد کسی نیاز به سکوت نداره. همه سالمن. خداحافظی میکنیم باز با دو نفر. چه شبی بود، چه شبی بود. اول خانوم ترکاشوند تشویقش میکنید. کار تحرکت آخرم ندارن. خسته نباشید. و همچنین خداحافظی میکنیم با سرکار خانم مؤمن. ایشون هم کارت حرکت آخر ندارن. بفرمایید بیرون. خسته نباشین. به افتخارشون دست بزنید. لطفاً سکوت کنی یا صداتون نیاد به هیچ وجه این طرف. متشکرم. خب از دوستان میخوام به من نزدیکتر بشید. بیاید روی این صندلی ها بنشینید. و اما استعلامی که جان سخت گرفت از شهروندها. یک دکتر، یک کاراگاه، یک شهروند ساده و یک حرفه‌ای حذف شدن. از مافیاها یک مافیای ساده، یک پدرخوانده و یک دکتر دکتر. یعنی فقط یک مافیا داخل بازی. تموم نشده، تموم نشده. در چی اومدی؟ نه خیر، بفرمایی. بفرمایی. عجیب، عجیب. دوستان مثل که اشتباه شنیدن. من گفتم یک مافیا داخل بازی هست، یعنی هر روز بازی ادامه داره. خب سر صحبت خانم هاردی بیستید لطفا. بفرمایید. من خیلی خوشحالم که فقط یه دونه مافیا مونده اینجا و خیلی خیلی دوست دارم که اینا رو پیدا کنیم. حالا من صحبتتون رو میشنوم با دقت و اون موقع معلوم میشه کی مافیا اینجا هنوز مونده. تا اینجا یا میتونین پذیرفته باشین. من احساس میکنم شما روانشناسی حالتون نباید اصلاح کرد. سوار ماشین من میشین. بفرمایید بشینید. سایلنت. من نمیدونم اسم نقش آورد. بفرم. دوستان دیگه آخر بازیه و کاملا مشخصه که دیگه الان کی مافیاست. خانم خاطره حاتمی، من از همون ساعت اول گفتم که ایشون مافیا هستش و باید بندازیمش از بازی بیرون.
گلوریا نمیدونم چرا اینطوری بازی میکنی و نمیدونم چرا اصلا مافیای ذهنی تو از اول که بازی شروع شد حتی اسم نبردی. این خیلی برای من عجیبه. یعنی اگر مطمئن نبودم به خاطر واقعا فکر میکردم که تو جزء مافیا هستی، ولی چون الان ما فقط یک دونه مافیا توی جمع داریم، من از همه میخوام که واقعا به خاطر رأی بدیم و شهروندا این بازی رو ببریم. مرسی. ببینید اسم بردن از خیلی کار راحتی، اصلا هم کار سختی نیست. منم الان میتونم اسم همه رو ببرم. یعنی عنوان کردن و تکرار یک اسم به نظر من هیچ تأثیری توی روند کار نداره. به نظرم استدلال‌ها و دلایل بسیار بزرگتر و مهمتری رو باید ارائه بدیم. این از این. بعدم که دقیقاً دو نفری که به همه دارن واقعاً از شما دو نفر واقعاً از اول بازی به همه تهمت این داستان رو زدین که تو مافیایی، تو بخشید اول بازی که خانم تیرانداز مافیا بود، چند دقیقه بعد خانم پاکدل مافیا شد، چند دقیقه بعدش اینجوری نمیشه. میدونی همینجوری که بازی میچرخه شما هر دفعه کلید کنی به چند نفر، اینجوری دلیل نیست. گفتم دلایل محکمتر و بزرگتری بیاریم به نظرم خیلی بهتره. و همونجوری که بازی تو الان هیجان انگیز بوده، همینجوری بیشتر هم بهتر هم ادامه پیدا میکنه. ممنونم. نفر بعد. ببخشید من یه چیزی میخوام بهت بگم. من همون لحظه اول اعلام کردم شما رو، سمیرا رو اعلام کردم و به اشتباه گلوریا رو هم اعلام کردم و همینطور سمونه رو به درست. ولی یک مسئله که توی بازی تو کاملا وجود داره خاطره اینه که از اول که تو بلند شدی، جای اینکه بخوای دفاع کنی از خودت، همش داری همه رو محکوم میکنی، همش میگی که چرا اینطوری میکنین، چرا اینطوری بازی میکنین، چرا فقط اسم منو میارین، چرا فقط همه تو میدونی. این بازی تو یکم توی مافیا واقعا به نظر من شک برانگیز. یعنی از همون اولش من احساس کردم که تو هیچ دفاعی و عصبی شدی. میدونی این عصبی بودنه به نظر من، یعنی بازی تو شهروندی نیست، انگار در طرفداری از شهروند. آخر خانم ادبی بود. من قطعا میدونم که شهرزاده نسیم نیستم و فکر میکنم که همجور که شهرزاد گفت یا نسیم گفت، گلوریا داره یک جور مشکوکی بازی میکنه که آره، ولی کن که مافیا نیست، ولی یه جور به اشتباه میندازه آدم. این که شهرزاد و نسیم هر دوشون روی خاطره توافق دارن به معنی اینه که نمیتونه یک کدومشون مافیا باشه به نظر من، و در نهایت رأی منم خاطره است. میریم برای رأی گیری. به خانم هاردی چه کسانی رأی میدم؟ یک رأی. چرا چشماتون رو بستید؟ مستقیم داخل دفاعی هستی، فرش قرمز داری. خانم ادبی دو رای دفاع میکنید شما هم. خانم حاتمی بیستید. خانم حاتمی سه رای، شما هم دفاع میکنید. خانم دهقان صفر رای. بفرمایید. سه دوست داخل دفاعی هستی از این جمع کم. اول خانم کمالزاده که فرش قرمز دارن، دفاع کنید. دیگه آخر بازیه، خدا رو شکر ما هم خنگ شدیم هم مافیا شدیم، ولی خوشحالم که تقریبا حدسامون درست بود. نمیدونم گلوریا تو چرا اینجوری بازی کردی، ولی به خودت مربوطه. خاطره من 100% میگم تو مافیایی و با خیال راحت میرم بیرون. من هنوز رأیم روی خاطره هستش. اگر اشتباه کرده باشم واقعا یه تنبیه حسابی باید خودم بکنم. خانم حاتمی دفاع کنن. ببینین بچه ها خودشون پا میشن و هرچی دلشون میخواد میگن، هرچی دلشون میخواد دفاع میکنن، عصبانی میشن، میخندن، خوشحال میشن، هر جمله دلشون میخواد معمولا میگن، انگو میزنن. بعد به محض اینکه تو داری به عنوان یک آدم از خود دفاع میکنی و همه این کارا رو انجام میدی، میگن تو چرا داری این کارا رو انجام میدی. دقیقاً چند دقیقه قبل خودشونو نمیبینن که خودشون هم دقیقاً تک تک این ریاکشن ها رو داشتن، این رفتارا رو داشتن، این حرفا رو زدن، این اکتا رو داشتن و خیلی چیز طبیعیه. ببخشید ما وسط رخت خوابمون نیستیم که خوشحال باشیم، استرس نشه باشیم. وسط بازی مرحله آخر استرس معلومه که داریم، جزء طبیعت بازیه. بسیار خوب، میریم به یک خواب نیم روزی. تعداد رای دهنده ها خب طبیعتاً کمه، فقط دو نفر میتونن رای بدن، یعنی خیلی باید دقت بکنید. خب به خانم کمالزاده کیا رای میدن؟ دست و پایین. به خانم ادبی چه کسانی رای میدن؟ متشکرم، دست و پایین. به خانم حاتمی
متشکرم، دستا پایین. روز می شود. خانم کمال زده، به نظرتون چند تا رأی آوردی؟ شما بعد بگه. زرنگ، صفر رأی. خانم ادبی شما حدستون چیه؟ دیگه اگر گلوریا مگه این که به من رأی داده باشه؟ در غیر این صورت من مطمئن. چرا دیگه؟ صفر رأی. فیلمم. خانم خاطرات همین، حدستون چیه؟ چند تا رأی دارید؟ من فکر میکنم دو تا داشته باشم. یک رأی. ولی با همون یک رأی هم بازی رو ترک میکنید. بله. کارت حرکت آخر دارید. لطفاً هیجانتون کنترل کنید. هنوز بازی تمام نشده. بین یک، پنج، چهار. چهار. به به. شلیک نهایی. خب چون مافیایی دیگه تو بازی نیست، شلیک نهایی وجود نداره. شهروند برنده شد. دمتون گرم. دکتر لکتر گفتم من و نجو شما شاهد بودن دوربینا، گفتم دو بار من و سمیرا دست برای من بلند کرد. گلوریا خیلی گلوریا خیلی بازی کرد مریم من از 12 دوست بازیگر و هنرمندم دعوت کردم به اینجا، این هتل کوچیک و دور افتاده بیان تا درست مقابل چشمان شما بدون هیچ ترفند سینمایی مافیا بازی کنم. یار آقا مافیا علیکی به ما
آسونی آقایون نیست، یه خود سخته، ولی خب خوبه. It's obvious, okay? You should trust me. I got challenged the first time in the second term. I told to all of you this happened. You should trust me. You should trust me. Okay? When I told this, trust me. احتیاط کن اینجا سایه ها نور رو بردن تو این شبای مافیا بره ها گرگ و خوردن من به شهر مشکوکم به تمامی کوچه ها به تمامی این سکوت به شبهای مافیا من نارو زدم یک به یک تن به تن تو سکوت و بی کسی